بخشاینده و مهربان، سلام. به سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز شنبه پنجم ماه میزان خورشیدی که برابر است با 26 سپتامبر 2020 میلادی. در نخست مهمترین رویدادهای روز، لغو شدن مراسم بزرگداشت دکتر نجیب و اعتراض هوادارانش، راهپیمایی باشندگان ولسوالی های شمال کابل، جلوگیری از یک انفجار در شهر کابل و کشته شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار ماین کنار جاده در کندز. مشروع خبرها. مراسم بزرگداشت دکتر نجیب لغو شد و هوادارانش اعتراض کردند. مراسم گرامی داشت از سال روز کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق که قرار بود امروز در تالار لویه جرگه کابل برگزار شود لغو شده است. با این حال شماره از هوادارانش در مقابل درب لویه جرگه اعتراض کردند و کمیسیون تدارکات و تدویر همایش 24مین سال روز مرگ دکتر نجیب در پیوند به این موضوع نشست خبری را برگزار کرد. صمیم فیضی گزارش می دهد. کمیسیون برگزاری یادبود از 24مین سال کشته شدن دکتر نجیب الله با برگزاری یک نشست خبری مدعیند که برغم همه آمادگی ها خلاف مقررات و موازین حاکم بر دستگاه های اداری کشور از برگزاری این مراسم در خیمه لوی جرگه جلوگیری شده است. چون این وضعیت باید نمی شد. در تدویر چون این محفل که امروزی به تاریخ 5 میزان باید صورت می گرفت، در اینجا نه تنها که هواخواهان شهید دکتر نجیب الله بود، بلکه سازمان‌های رسمی و همچنان نهادهای مدنی هم اینجا اشتراک داشتند. این کمیسیون میگوید که مراسم یاد بود از رئیس جمهور سابق قرار بود با امکانات مالی هوادارانش برگزار شود. این همایش به امکانات مالی هواداران شهید دکتر نجیب الله نه مراجع دولتی برگزار میگردید. تعداد دیگر از هواداران دکتر نجیب در برابر خیمه لوی جرگه گرد هم آمدند و نسبت به لغو شدن مراسم یادبود وی اعتراض کردند و با شلیک‌های هوایی توسط نیروهای امنیتی پراگنده شدند. اما دوباره این معترضین خودشان را در داخل محوطه این تالار رسانیده است. گفته می شود که این مراسم برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده بود، اما شماره از احزاب جهادی از جمله حزب اسلامی با آن مخالفت کرده بودند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز گذشته با اشاره به آن از هوادارانش خواسته بود که در صورت برگزاری این مراسم افزون بر خیمه لوی جرگه ارگ ریاست جمهوری و پارلمان را نیز محاصره کنند. دیجانی او قاتل نجیب دتلین منزن پورز دلوی جرگه خیمه او یابل محل محاصره او طول لاری وطره. تکبیر دکتر نجیب در سال 1365 هجری خورشیدی به ریاست جمهوری رسید و در سال 1371 هجری خورشیدی قدرت را به شورای مجاهدین سپرد و به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناهنده شد. طالبان پس از رسیدن به کابل نجیب الله را در پنجم میزان سال 1375 هجری خورشیدی در کابل همراه با برادرش بدار آویختند. شماره از باشندگان ولسوالی های شمال کابل و خانواده های قربانیان جنگ گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی را در پیوند به 5 میزان سال روز ورود گروه طالبان به شمالی برگزار کردند و معترضین شعار مرگ بر طالبان را سر می دادند. گزارش از پرویز صاحب. این معترضین در گردهمایی تاکید کردند که تروریستان طالب در حق مردم شمالی جنایت بزرگ مرتکب شدند و به همین دلیل نیاز است که برای حل این دشمنی کمیته ویژه ایجاد شود و این گروه به گونه رسمی از مردم شمالی عذرخواهی کنند. با این حال باشندگان ولسوالی های شمال کابل در بیانیه حفظ ثبات و امنیت در افغانستان را خط سرخشان دانسته و همچنان خواهان حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته شدند. حفظ ثبات و امنیت خط سرخ ماست و نباید به نام رسیدن به صلح
ثبات و امنیت کشور ما به مخاطره بیفتد. باشندگان ولسوالی های شمال کابل همچنان مخالفشان را با برپای حکومت موقت و دخالت کشورهای خارجی در روند صلح اعلان کردند. این در حالی است که 24 سال پیش در چنین روز گروه طالبان مسلح با حمله بر منطقه شمالی که شمال کابل و بخش از ولایت پروان را در بر می‌گرفت، نه تنها غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را به گلوله بستند، بلکه تاکستان‌ها و زمین‌های زراعتی و کوه و سبزار نیز با آتش کشیدند. مسئولین امنیتی در شهر کابل از جلوگیری یک انفجار خبر میدن. گفته میشود که ماین در یک اراده با اسکله جاسازی شده بود که توسط نیروها و گزمه پلیس در ساحه حوزه هفتم کشف خونسا گردیده است. صمیم فیضی گزارش میدهد. مسئولین در فرماندهی پلیس کابل از جلوگیری یک انفجار در ساحه حوزه هفتم پلیس در مربوطات دیمراد خان خبر داد. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کابل در یک تماس تلفنی با تلویزیون غزنویان در مورد چگونگی جلوگیری از این انفجار توسط نیروهای امنیتی سخن میزند. حوالی ساعت 7 صبح امروز در مربوطات حوزه هفتم سایه مسکونی دیمراد خان یک القماین که از طرف ترورستا در اراده بایسکل جاسازی گردیده بود توسط گزمه پلیس حوزه هفتم کشف و توسط تیم تحقیقاتی امنیت ملی خونسا گردید. انفجار ماین‌های تبیه شده توسط دشمنان مردم افغانستان همواره تلفات ملکی در پی داشته است. در این اواخر توسط انفجار ماین‌های جاسازی شده ده‌ها نظامی و غیر نظامی جان‌های خود را از دست دادند و یا هم زخمی شدند. انفجار ماین کنار جاده و جان باختن 6 غیر نظامی در ولایت کندوز. مقام های امنیتی کندوز در شمال شرق افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی علی آباد این ولایت دست کم 6 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده اند. توریاله تابش گزارش میدهد. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس کندوز میگوید که این رویداد بامداد امروز در روستای رمضانی ولسوالی علی آباد رخ داده است. با گفته آقای اکبری این رویداد زمانی رخ داد که یک تراکتور با ماین جاسازی شده گروه طالبان برخورد کرده است. گروه طالبان اما تاکنون در این مورد تبصره نکردند. کندوز از ولایت‌های مهم در شمال شرق افغانستان است. این ولایت در سال‌های پسین شاهد ناامنی‌های زیادی بوده است. شمار از ولسوالی‌های این ولایت در سال‌های پسین بارها میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان دست به دست شدند و در انفجارها و رویدادهای متعدد شمار زیادی از غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند. یک هفته پیش نیز در حمله هوایی ارتش افغانستان در ولسوالی خان‌آباد این ولایت دست کم 20 عضو گروه طالبان و غیر نظامیان کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. ناامنی‌ها در افغانستان در حال ادامه دارد که مذاکرات صلح میان دولت و طالبان همچنان در دوحه قطر جریان دارد و نمایندگان دو طرف هنوز روی چارچوب و کارشیوه مذاکرات به توافق دست نیافتند. شناسایی 6 مورد جدید کووید 19 در کشور. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 16 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان این ویروس در کشور به 32635 نفر رسیده است. گزارش از فائق ابراهیم زاده. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 103 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج آزمایش 6 موردان مثبت تشخیص شده است. این تعداد موارد مثبت کرونا تنها در ولایت بلخ به ثبت رسیده است. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 39192 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 16 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان این ویروس در کشور به 32635 نفر رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 2 مریض کووید 19 جان دادند. شمار فوتی های ناشی از مریضی کووید 19 در کشور به 1453 نفر رسیده است. بعد از میان برنامه با کوتاه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان باشید.